نشونه هایی که میگه یه زن یا یه دختر از شما خوشش نمیاد یا دوستتون نداره. ممکن توی هر مرحله از شروع یه رابطه باشین، بخواین پیشنهاد بدین یا توی رابطه عاطفی هستین یا یه دوست معمولی دارین که دوست دارین باهاش وارد رابطه عاطفی بشین. توی هر مرحله که هستین لازمه بدونین که اون خانم از شما واسه رابطه عاطفی خوشش میاد یا نه، شما رو دوست داره یا نه. پس به نشونه هایی که توی این ویدیو بهت میگم توجه کن. البته دختر خانمان باید دقت کن، ناخودآگاه یه سری رفتارها انجام میدن که شامل این نشونه هاست و یه جورایی به طرف مقابلشون نشون میدن که من تو رو دوست ندارم یا ازت خوشم نمیاد. با من همراه باشید. خب بریم که نشونه ها رو بهتون بگم. چند تا نشونه وجود داره که شما حتما لازمه بدونین که هم به حد و مرز طرف مقابلتون احترام بذارید و همین که یه سری کارا و تکنیکا رو بدونین اجرا. یکی از نشونه های خیلی مهم و خوب که میتونه بهتون کمک بکنه زبان بدنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی یه خانم از شما خوشش نمیاد یا شما رو دوست نداره، سعی میکنه ازتون فاصله بگیره. یعنی یه جورایی که احساس میکنه داره آرزو میکنه فرسنگ ها فاصله باشه بین شما و خیلی بهتون نزدیک نمیشه. یعنی فاصله خودشو کاملا حفظ میکنه. و اگر که طرف مقابل شما یه دختری باشه یا یه خانمی باشه که انقدر نتونه جرأت بکنه خیلی مستقیم بگیرن از تو خوشم نمیاد یا تو رو دوست ندارم، سعی میکنه از این زبان بدن استفاده بکنه و شما میتونین از این تکنیک به خوبی استفاده کنین که بفهمین دوست داره شما رو یا نه. حالا چند تا نکته وجود داره. یکی این که ممکنه، اگه یادتون باشه گفتم دختران باید این ویدیو رو نگاه کنن چون یه سری ناخودآگاه سری رفتارا میکنن که نشون از اینه که خب شما رو دوست ندارن. یکی از این رفتارا دقیقا همین فاصله گرفتن. یه وقتایی ممکنه به خاطر ناراحت شدن از شما باشه و موقتی باشه، یه جوری نشونه از قهر کردن باشه. یه وقتایی ممکنه نشونه از خجالتی بودن باشه یا یه جورایی به خاطر فرهنگمون اون حجب و حیایی که یه دختر میتونه داشته باشه و این فاصلهش رو حفظ میکنه یا به خاطر یه سری بایدها و نبایدهایی که داره. یه مقدار باید سعی کنین موضوع رو تشخیص بدین، یعنی این یه نشونه رو کنار بقیه نشونه ها حتما بذارید و زبان بدنش رو کاملا دقت کنید. حالا این زبان بدنی که میگه به شما علاقه نداره چه رفتاریه و چه زبان بدن و چه گاردیه؟ یکی از زبانهای بدن که کلن نشونه گارد گرفتن چه تو خانم چه آقایون، دست به سینه نشستن. یعنی که نسبت به حرفای شما گارد داره، حس خوبی نداره، میخواد زودتر حرفاتون رو تموم بکنین که حالا یا اون حرفی بزنه یا کلن این بحث رو تموم کنه. یکی این که پاهاشو پنهون میکنه، یعنی که ممکنه پاهاشو بندازه رو پاشو، حالا یه مقدار به نشونه حوصله سر رفتن تکونشون هم بده یا حالا عصبی. ممکنه وقتی که شما سعی میکنین نزدیکش بشین جاشو عوض کنه و بر جای دیگه ای بشینه. میگم حواستون باشه اینا رو با حالتهای زبان بدنی که از سر دلخوری و ناراحتی و خجالتی اشتباه نگیرین که تیرتون به خطا نره. مورد مهم بعدی اینه که دقیقه 90 یا لحظات آخر قراری که باهاتون داره کنسل میکنه، یا به قولی که داده عمل نمیکنه. توی ویدیوی از کجا بفهمیم دختری دوستمون دارم براتون دقیقا شبیه این نکته رو گفتم که وقتی که یه دختر شما رو دوست داشته باشه برای شما سر شلوغ نیست. حالا اگر از شما خوشش نیاد یا شما رو دوست نداشته باشه مدام سر شلوغه و یا قرارها رو کنسل میکنه. من نمیگم هیچ وقت، حالا اگر یه بار یه دختر باش قرار گذاشتین قرار رو کنسل کرد ناامید بشین، نه. حالا اتفاقایی که پیش بینی نمی کنیم یا کارهای خیلی زیاد ممکنه پیش بیاد که باعث بشه قرار کنسل بشه حتی دقیقه 90، ولی باید ببینیم این قرار که کنسل میشه آیا علاقه داره دوباره این قرار رو ست بکنه. بهتون میگه که خیلی خب من امروز نمیتونم، برام کار پیش اومده، متاسفم بابت این موضوع، ولی دوست دارم مثلا چند روز دیگه حتما همدیگر ببینیم، دوشنبه چطوره، چهارشنبه چطوره، تو چه موقع تایم داری، سعی میکنه قرار بعدی رو بذاره و اینطوری نیست که مدام سر شلوغ باشه و اصلا نتونه شما رو ببینه. یه نشونه خیلی ساده که میتونین بفهمین دختری دوستتون داره و چرا دختری و اینکه یه نشونه که دختری دوستتون نداره اینه که من گفتم توی ویدیو دختری که دوست نشونه های دختری که دوستتون داره اینه که بهتون لبخند میزنه و معمولا از حرف زدن باهاتون به وجد میاد. حالا دختری که دوستتون نداره چه رفتاری میکنه؟ دقیقاً لبخند مصنوعی داره. حالا با خودتون میگه خب ما الان از کجا بفهمیم اون لبخند مصنوعی یا نه، یه ذره کار سخت شد. نه خیلی راحت الان بهتون میگم از کجا لبخند مصنوعی رو تشخیص بدید.
ببین دختری که به شما لبخند میزنه، اگر میتونید از دور چشماش اینو متوجه بشین، لبخندی که صرفاً خطای لبخند پیدا بشه نشونه از ادبه، و اینکه برای اینکه حالا بی ادبی نباشه و ذوق شما رو کور نکنه داره یه لبخندی میزنه. ولی لبخندی که از ته دل باشه و برق بزنه چشماش و کنار چشمش یه مقدار چروک بشه، نشونه از یه لبخند واقعی و از سر شوقه. پس دقت کنین که ببینید آیا داره بهتون لبخند مصنوعی میزنه یا و از روی ادبه، یا اینکه نه واقعا شور و شوق داره توی این لبخند زدنش. یکی از نشونه‌های مهم دیگه ارتباط چشمیه. ببینید وقتی که دختری به شما علاقه نداره، از اونجایی که حوصله‌اش سر رفته و نسبت به حرفاتون هم کاملا بی‌تفاوته، سعی میکنه در اولین فرصت گوشیشو چک کنه و پیاما رو نگاه کنه یا با گوشیش بازی بکنه، چون بالاخره باید یه وسیله باشه که حالشو خوب بکنه و بتونه اون شرایطو تحمل بکنه. پس سعی میکنه یا با گوشیش بازی کنه یا پیامو چک بکنه. من نمیگم که حالا اصلا نباید به گوشیش نگاه کنه، چرا؟ کاملا شما متوجه میشین که این به خاطر اینه که از حرف زدن با شما فرار کنه، از بودن تو اون لحظه با شما فرار کنه، یا اینکه نه واقعا حالا میخواد یه پیامی رو چک کنه و کار مهم میداره. یه نکته مهم دیگه این که اصلا با شما ارتباط چشم درست حسابی برقرار نمیکنه. یعنی اگر توی جمعی باشید همه جا رو نگاه میکنه به جز شما و چشماتون رو. این اگر دقت کنی نگاه کنی با همه ارتباط میگیره، صحبت میکنه، چشم تو چشم میشه، ولی با شما این کار رو انجام نمیده. البته ممکنه که میگم این اتفاقات رو باید کنار هم مدام بذارین، چون که ممکنه به خاطر این باشه که یا از شما اون لحظه دلخوره یا از حالت خجالت میکشه، میخواد یه حسی رو از شما پنهان بکنه. به خاطر همین باید حواستون باشه که دقیقا تو چه موقعیتی داره از این زبان بدن استفاده میکنه، اثر بی علاقگیه یا اینکه نه موضوع دیگه ای هست این وسط. یه نشونه خیلی مهم از دختری که دوستتون نداره میتونه توی جمع باشه، که توی جمع بفهمید این موضوع رو. اینکه میبینید با دوستای دیگه‌تون، چه دختر چه پسر، خیلی راحت ارتباط میگیره، در مورد چیزایی که دوست داره صحبت میکنه. البته نمیخوام آدم حسودی باشین و نسبت به اینکه طرف مقابلتون داره در مورد علاقش با کسی صحبت میکنه واکنش نشون بدید. میخوام صرفا بهتون اینو بگم که اگر دختری به شما علاقه داشته باشه در مورد علاقش میگه، اما اگر علاقه نداشته باشه سعی میکنه توی اون جمع شخص دیگه ای رو نهایتا انتخاب بکنه، در مورد چیزایی که دوست داره و براش هیجان انگیزه صحبت بکنه و از طرف مقابل هم این موضوعات رو بشنوه. اگر که با شما این کار رو انجام نمیده، بدون که انقدر نتونستید کشفش کنید و در مورد علاقش باش حرف بزنید. البته یه وقتایی هم ایراد کار از شما نیست، اون واقعا به شما علاقه ای نداره و میتونه دلیل خیلی خاصی هم نداشته باشه. هرچند که لازم شما به عنوان یک مرد بدونی خانم ها جذب چه مردایی میشن و از تکنیکاش با خبر باشین و بتونین ازش استفاده کنین. یعنی باید مهارت ارتباطیتون رو ارتقا بدین تا بتونین توی این موضوع موفق عمل کنین. نشونه مهم بعدی اینه که خانومی که به شما علاقه نداره توی گفتگو و صحبتایی که دارین خیلی منفعل و ساکته. یعنی که شما هر چقدر سعی می‌کنی سر صحبت رو باز کنی، حرف بزنی، موضوعات جالب و وسط می‌ندازی، خیلی هیجان انگیز صحبت می‌کنی، ماجرا رو تعریف می‌کنی، خیلی واکنش خاصی نشون نمیده. فقط منتظر با همون زبان بدنی که گفتم، فقط منتظر با بی‌علاقگی گوش می‌ده و منتظر حرفت رو بزنی و تموم شه بره و دیگه مجبور نباشه به حرفات گوش بده و هیچ حرف تازه‌ای پیش نمی‌کشه. یعنی ادامه صحبت‌های تو رو نمی‌گیره. آره چه جالب، چقدر خوب، آره متوجه شدم. همینطوری با شما پیش میاد. ببینید اگر که یه خانم، البته بازم میگم نشونه ها رو با قهر کردن اشتباه نگیرید، اگر یه خانم نسبت به شما علاقه داشته باشه در برابر شما کنجکاوه. یعنی وقتی یه موضوعی رو مطرح میکنید دوست داره اطلاعات بیشتری ازش بگیره، پس سعی میکنه شما رو سوال پیچ کنه، یعنی سوالای بیشتری در رابطه با اون موضوع میپرسه و بیشتر ازتون اطلاعات میگیره. اگر و اینجوری میشه که صحبت و گفتگوهاتون ادامه پیدا میکنه و حرفایی که میزنید براش کاملا هیجان انگیز و جالب و نسبت بهش واکنش نشون میده، حتی شده واکنش مثبت یا واکنش منفی. این خودش نشونه از علاقه میتونه. خب تا اینجا یه کار از نشونه ها بهتون گفتم، حالا میخوام بهتون بگم که اگر که متوجه شدین واقعا با این نشونه هایی که من گفتم ناامید شدین، متوجه شدین یه زن دوستتون نداره، چی کار باید بکنین بگم.
خب واقعا این که الان بشینین ویدیو رو نگاه کنین و از این نشونه‌ها با خبر بشین کار آسونی به نظر میاد، ولی اینکه بتونین اون زن و اون دختری که واقعا احساس میکنین بهش محبت دارین و حس خوب دارین با این حال نمیتونه شما رو دوست داشته باشه و بیرحمه یه جورایی و فراموش کنین، کار سختی به نظر میاد. اما باید بهتون بگم که این موضوع نیاز داره که روی خودتون و عزت نفستون کار بکنین تا بتونین یه شخصی رو که نسبت بهش حس خوب دارین فراموش کنین، کنار بذارین و بتونین یه رابطه ای رو شروع بکنین که شبیه جاده دو طرفه باشه. یعنی اینطور نباشه که صرفا شما نسبت بهش علاقه داشته باشین و این موضوع هر روز شما رو سرخورده تر بکنه، طوری که بتونین با حفظ غروری که دارین از این علاقه ای که دارین کنار بکشین و بتونین زندگیتون رو به درستی پیش ببرین و با کسی باشین که اون هم نسبت به شما علاقه داره و یک ارتباط مؤثر خوبه برای خیلی مهم که میتونین انجام بدین که واقعا قبول کنین این موضوع شما رو ممکنه سرخورده و ناراحت بکنه. یعنی که همیشه شاید تو روانشناسی زرد بهتون گفته شده که عیبی نداره این اتفاق افتاد، دوباره پاشو و دوباره یه کار دیگه انجام بده، هیچ ایرادی نداره، تو اصلا قرار نیست ناراحت بشی، تو قوی تر از این حرفای تو لیاقتت بیشتر از این حرفات. اما من میخوام اینجا بهتون بگم که باید این ناامیدی، ناراحتی و سرخوردگی که سراغتون میاد بعد از اینکه طرد شدین توی این رابطه که شما بهش علاقه داشتین را قبول بکنین و اون دوره ناراحتیشو بگذرونین، غرورتون میشکنه یا هر چیز دیگه قبولش بکنین، باهاش کنار بیاین، خودتون یه مقدار بسازین و اون وقته که میتونین دوباره پاشین و اون آدمی که واقعا میتونه با شما یه رابطه خوبی رو برقرار بکنه پیدا بکنین و باهاش پیش برین. اگه قرار باشه با اون حسای سرخوردگی که قبولش نکردی و تو ناخودآگاهت باقی مونده پیش بری، نمیتونی یه رابطه خیلی درست حسابی رو ایجاد بکنی و دوباره یه شکست دیگه پیش رو داری و تو رو یاد اون آدمی که قبلا دوستش داشت و حس خوب داشتی میندازه و این اوضاع رو خیلی خراب میکنه که من قطعا نمیخوام تو به این نتیجه برسی. نشونه ها رو گفتم، شما از تجربه هاتون بگین. اگر نشونه هایی از دختری که دوستتون نداشته یادتون میاد و میتونین بگین که بقیه هم حتما استفاده کنن، خیلی جلو نرن دچار این سرخوردگی نشن. اگر ویدیوهای منو برای اولین بار میبینی حتما سابسکرایب کن که بقیه ویدیوهایی که آموزشی در مورد رابطه و مشاوره فردی بتونی ببینی ازشون استفاده کنی. لایک یادتون نره.